دوستای بسیار عزیزم، شفیع عیار هستم. بعد از عرض سلام شما را یک بار دیگه به برنامه امروز خود دعوت میکنم که 18 آگست سال 2013 میلادی است. برنامه امروز ما با یک کلیپ مشروع میکنم که به نهایت جالبه. من هم میفهم که دهی خنده کنم یا دهی گریه کنم یا از شما بخوایم که قبولش کنیم، به خاطر که اینمی عملا شرایط عینی مملکت ماست. لطفا شما را دعوت میکنم به دیدن از این کلیپ. ما در طول این سال شاهد حمله راکتی به علیه شهر نبودیم و اگر واضح بگیم که دو راکت آمده و دو راکت ها، شاید مردم فکر کنه که یک افکی میزین چطور است دو راکت ما اجازه داریم که سر شهر فایر کنن. با کسانی که اونا را عقیدتاً با خود ساخته بودیم، عقیده اونا با ما بوده، اونا نخواستن که سری شهر مسلمان فیر کنه. از طرف مرکز کمانده به تکلیف بوده و بعد از با ما تماس گرفت و گفتن که احتیاط بکنیم، خیر است یک دو را که سری شهر بکنیم. یاغا والی غزنی است. یاغا میگه شما شاهد بودین که در طول از این سال در غزنی راکت نخورد و شاید هم در کله شما یک سوال بگرده که چطور در این روزا یک دوتا راکت خورد. باز بسیار مقبول اما تو ساده و بیانایشانه هم راست خدا میگه ایره ما والا اجازه دادمشانه. برای چی؟ به خاطر که ما یک اتحاد طالبان هم عقیده خود ساختیم. اما قیده باید ای بگویه که ما یک تعداد از طالبان را به عقیده خود ساختیم یا یک تعداد از طالبان را هم عقیده دلار ساختیم یا ای که اونا ما را هم عقیده کلدار ساختن یا ایست که هر دو طرف هم دیگر را معتقد به دلار و کلدار ساختن یا به عقیده ساختن. میگه طالبای که با ما هم عقیده شده بود به اصطلاح یا آمدن گفتن والا ما خو نمیخواییم راکت دیم والی سب خو مگر نیمی مرکز قمانده ما یعنی آیسای سر ما فشار میاره که او بچه ایتا آرام شیشتین باز اینال دنیا میگه خی طالبا از بین رفت خب بری یک چند تا راکت دین. باز ای آقا برشان میگه خب بزنین یک چندانه با زمق فکرتان بگیرین که من نباشم. ای آقا میگه ما دو دانه راکت برشان اجازه داده بودم اما اصل قضیه ایست که 6 دانه راکت اجازه داده بوده. منطقه امون قماندانایی که راکت ها را از پیش آیسای گرفته بودن از سرعدا تیر کردن که بیارن در غزنی بزنن یا یک 4 تاش پس در مصوبه سرعد فروختن فضل خداوند. یعنی دوزیام همی دوزی قماندان ها یکان وقت با مملکت ما فایده میکنه همی دوز بودن از یا 4 تا راکت دوزی کردن در سرعت فروختن 2 تایش آوردن. باز آقای والی میگه او بچه ها آل نزنین تا که ما از اینجا نرفتیم. این یک هفته 2 هفته بعد در کابل کنفرانس والی هست ما کجا رفتم باز بزنین. باز میگه او نماینده طالبان گفته صاحب رای نزنه نال نشان ما رقم چند سال پیش نیست ما امو جایی را که میخواییم میزنیم. باز میگه نه والا سر شما اعتماد نیست. بازی میایه در کابل همی 1-2 هفته پیش کنفرانس والیا بود و این میایه در اون مجلس 6 تا که در غزنی امو مردم های را که معتقد به خود ساخته یا مقیده به خود ساخته و در سر غزنی راکت میزنن و راست میگفتن نشانشان بسیار خوب شده بود. از 2 راکت حداقل یکیش در خانه های مسکونی مردم میخوره و 5 عضو بیگناه یک فامیل در ایجا کشته میشه. والی صاحب آمده و مقبول و بیالایش و صفا میگه که شاید شما سوال کنین که چرا این 2 راکت خورد، ما اجازه داده بوده میشه. شما یک برنامه داشتم به نام خلیلزاد که در اوج
امو راگ خلیلزاد هم مانده بودم و یک چند کلپ امی آقای مارشال فهیمه. در امو جهتمی بیا دارین که در مجلس والیا امی آقای فهیم قسیم بسیار یک گپ جالب زد. والا او وقت یک گپ ناقی معلومه شد، مگم بسیار یک گپ مهم است. والا ما ایره کردیت میتم، بسیار زیاد سپاس میکنم که چطور فهمیده بوده، برش اطلاع رسیده بوده یا امت خدایی هم یک گپ زده. سعی کنین به این کلپ. کسی که رئیس جمهور شد و ایخ احمق نیست که باز والی و چیزا همراه لنگی و ریشش والی صاحب غزنی را باز والی بوانه و از گروپ خودش والی تا این میکنه. میبینین این دمابین مجلس هیچ کس نشان قرار نمیته و در اینجا میگه به می آقای والی غزنی میگه رئیس جمهور نو که بیا او خود قدر احمق نیست که یک آدم مثل والی غزنی را که تیلنگی و ریشش بگیره والی غزنی بسازه. اصلا باید میگفت که رئیس جمهوری که داینده میایه او باید قدر احمق نباشه که یک آدم را به این لنگی و به این ریش بگیره والی غزنی کنه. اما یک امریکای یک اصطلاح داره که میگه If it looks like a duck, it walks like a duck, It quacks quacks like a duck. It's a duck. میگه اگر رقم مرغاوی معلوم میشه، رقم مرغاویان را میرنه، امی مرغاوی تترکایی را میره و امو صدایش هم صدای مرغاوی است. خب معلومدار مرغاوی است دیگه، تو چه شک داری در مرغاوی بودنش؟ کاکا لنگی طالب داره، ریش طالب داره، گپای طالب هم میزنه. خب امی آقا طالب است. آقای کرزی حکومت از این مردم ها پر کرده و جالبی است که بعد از این که والی غزنی مصاحبه میکنه آقای کرزی ایره احضار نمیکنه حداقل که برش بگویه که او بیادر امیر خواه حداقل در تلویزیون نمیگفتی آلوکار کده بودی خیر او را خود کل ما میکنیم منتها او ساده خدا دفعه دیگه که زدی در نگو بر مردم که من اجازه داده بودم بگو شد دیگه. هفته گذشته ما شما یکیدی کردیم و جناب آقای کرزی منیس رئیس جمهور مملکت در مملکت یک خطاب ایدی در ضمن تبریکی اید به مردم برای طالبا هم کرد و با سر از یا صدا کرد که بیاین او بچه ها بیاین که ما شما یک جاشیم. لطفا ببینین به این کلب. سر طالبا سلام میکرم، اونهایی که افغانستان، اونهایی که هموطنستان، که عزیزای ما، بارها براتان گفتیم که پرده کت تر نیمش بودی، خانه بیگانه خانه بیگانه است، هیچ وقت از ما نمیشه. در جریان گشایش دفتر قطر دیدین که صاحب نبودین بلکه مهمان بودین و مهمانی بودین که عزت هم نشدین. دیدین که لوحا و بیرقی را که شما بلند کرده بودین با یک لحظه بالا شد، لحظه دیگه پان شد. اگر این مذاکره در خاک خود، در وطن خود افغانستان می کردین، در خاک خود دفتر می داشتین مثل دیگه احزاب افغانستان، با عزت می بودین و با احترام می بودین. اگر بیرقی بلند می کردین پایین نمی شد، اگر لوحه بالا میکرین پایین. اگرچه آقای کرزی یک آدم فوق‌العاده میان توهیست، اما امیگه پایزی به نظر ما بد نبود. یعنی برای طالبا میگه طالبا اگر در مملکت خود میبودین، در مملکت خود یک غرفه میداشتین، یک دفتر میداشتین، امیجه بیرقتان بالا میکدین، امیجه نشته میکدین امارت چطور و چنان اسلامی طالبان، مثل که عذاب دیگه هر نام برای خود داره، رنگ بیرق هم میتونن داشته باشن. حالا شما میامدین امیره میکدین، اما تو که از دیگران را کس بسته نکده از شما را هم بسته نمیکدیم. اما خوبتر بود نسبت به ای که رفتین در یک جای دیگه و یک ضرب المثل پشتوان میگه که در پرده و کرد تر نیمش بو کده، یعنی که بستر بیگانه تا نیمه شب است. یعنی یک دفعه می از قولت میگیره در نیمه شب میکشید و شما را از اون قطر اون رقمی کردن. به نظر ما معقول گفت.
اما من نمیفهم که بعضا در رسانه ها سر از این گپ آقای کرزی یک تبصره بسیار منفی کردن. از جمله بی بی سی در سر از این بسیار یک تبصره منفی کرد و گفت بعضی ها اطور گفتن که آقای کرزی در گپ های خود دقیق نبود. در غیر از او احتجاج را که یک ماه پیش در سر باز شدن یا گشایش دفتر طالبان در قطر کرده بودند که ای باعث تجزیه مملکت میشه، وقتی که بر ازیا یک دفتر دادین و در سرش نوشتش امارت اسلامی طالبان، مانای چیست که شما دو حکومت بر رسمیت شناختین، یکی در قطر یکی در افغانستان. ولعال که اینا را میگه که میامدین در اون افغانستان امو بیرق بالا میکدین و امو عنوان یا لوحه دفتر طالبان را میزدین یا حکومت اسلامی یا امارت اسلامی خوده، ای بهتر می بود براتان و ما او را بستام نمی کردیم. به نظر ما ای دو گپ در تناقض نیست. ای که آقای کرزی اجازه بده طالبان را که در درون مملکت دفتر داشته باشن و یک لوحه داشته باشن چی که نامشان باشه امارت. حالا مثلا آقای سیاف در دفتر خود اگر نوشته کنه که امارت اسلامی آقای سیاف، ای کدام تفاوت با وجود نمیاره عملا. و اگر طالبان هم در افغانستان هم یک دفتر داشته باشن، بهتر نسبت به ای که نوکر آیسای باشن و در این جای او جای دفتر داشته باشن. معلوم دار آقای کرزی چیزایی را که ما انتخاب میکنیم ایست که زندانی های از یار ایلا کده میره و پس میان عملات انتحاری میکنن، مردم هم میکشن، بازگیر میان، باز ایلایشان میکنن. اینا بسیار اعمال ناقبت اندشانه است که باعث همین بدبختی در مملکت ما شد. هم به نظر من یک گپ آقای کرزی کاملا درست بودم و ما از همین پشتیبانی میکنم. ولی بی بی سی، صدای امریکا، اینا در بیطول 30-35 ساله که ما دیدیم یک نقش بسیار سازنده در قبال کشور ما هیچ وقت بازی نکردن. همیشه کوشش کردن که مخالفت ها را دامن بزنن، در زیرش هایلایت بکنن، گپ های منفی ترین پیدا بکنن و همیشه به طور مثال در این 12 سال اینا طالبان را از سال 2001 که اصلا وجود هم نداشتن، همیشه در مقابل حکومت افغانستان به حیث قوای مخالف نشان دادن و همو شد. چون در ممالک ما وقتی که همون یک چیز پای هم نشان میتی، مردم کوره میبینن آیس آیس قبول میکنن که یک گپ هست و همی کار شد. اما برعکس چیزهای مثبت در مملکت ما و بیرون از مملکت ما که به نفع افغانستان، هیچگاه اینا تبارز نمیدن. به طور مثال امی مبارزه را که ما در اجده ما در مقابل سیاکاری امی احزاب دستراستی یا امی ملاهای افراطی، ملاهای وابسته آیسای کردیم و امی جنبش را که ما و شما به پیش گرفتیم و کلان ساختیم، این امی به هیچ وجه در بی بی سی یا در صدای امریکا یا تا در رادیوی آزادی به هیچ وجه را نیافت. شما فکر نمیکنین که امی حرکت به جای خود حداقل ارزش خبری داشت که با یک تبصره در سر میدیای افغانی ما در بیرون افغانستان امیر یک تبصره کنن و امیر کوشش بکنن که یک کم رشد بکنه و گوش ها در درون مملکت ما برسه. اما به هیچ وجه به خاطر از اینکه یک چیز مثبته، یک حرکت مثبته، اینا در مقابل حرکت های مثبت چشم کور و گوش کر دارن. ولی به هر حال تبصره دیگه را که بی بی سی داشت سر یک مصاحبه بود یا اعلامیه ایده بود که آقای گلبدین حکمتیار داشت. آقای گلبدین حکمتیار در امی عید مبارکی که با مردم افغانستان داده بود چند نقطه بسیار منفی را ای پیش کشیده بود. ما برای شما میخوانم، اگرچه ما این کلپ خودم پیدا نکردیم که مثل کلپ آقای کرزی دیجه بمانم و خدا کنه که بی بی سی ای را به مو رقمی که است گرفته باشه و ما از روی را کاپی کردیم، پا
برای شما میخوانم. جناب حکمتیار که یک پیغام ایدی برای مردم ستمکش و ستم کشته شده و عذاب دیده مملکت ارائه کرده، مردمی که خود ازی در یک روز حداقل 1200 راکت در امو پایتخت از او مملکت زده، برای از وا یک اید مبارکی را میکنه و در این اید مبارکی خود میگه که کشورهای خارجی که منظورش از امریکا و اروپاست، میگه با استفاده از اقلیت ها میخواید که مملکت ما را تجزیه کنه. ای فقط باز هم در این پیغام از یا باز هم اونمو تکتیک های آیس های است. حکمتیار هر وقتی که مطرح نمی باشه در افغانستان، هر وقتی که بیارزش میشه، ای باز گپ اقلیت و اکثریت هم میکشه که یعنی من نمایندگی میکنم از مردم پشتون و حقوق مردم پشتون ما تلف شده و همچنان قواهای خارجی را به این متهم می سازه که شما اونمو کوتای را یا اونمو تعداد را که برای پشتون باید بتین، برای اکثریت پشتون باید بتین، در نظام عسکری شما او را ندادین منصفانه و در عوضش هزاره و ازبک و تاجک و غیره و غیره را آوردین. یعنی امی آقای گلبودین که در 12 سال مردم من هم میکنه و از همکاری با حکومت امریکا و اکثر قدرتش هم در مناطق جنوب و شرق کشور است که اکثرش پشتون است، یعنی مانع از این میشه که پشتون داخل حکومت باشه. اینال در عین زمان متهم میسازه کشورهای خارجی را با این عدم تناسب غیر منصفانه. حالا آقای حکمتیار، شما مردم پشتون تا حالا گفتین که برین داخل نظام عسکری شوین؟ هر عسکر بیچاره را که گیر میکنین علال میکنین، سعی کنین اینی نفرها را که یا طالبا یا نفرهای گلبودین این کار را در حقشان میکنه. اینا 3 نفر عسکر بوده که از که به نوزنها در گیر اینا افتیده. حکومت افغانستان طالب گیر میکنه، حتی کسایش که متهم به قتل و کشتار عسکر اعلام میکنه و میبخش آقای کرزی متاسفانه، و اینا ببینن که 3 عسکر بیچاره را که به چی مجبوریت اقتصادی عسکر شده یا را میگیره و ببینن که چی رقم وحشیانه میکشه. اصلی خبره داره شد دیوید خبری میکن داولم کشمان خود پا اکادمی لخبری یا خوده یا بگرم دیجا بی خبت باغ داره و چلان در سلام تاری سیاری از یار علال میکنن، حتی بتار علالشان میکنه و کار نه تا که ستم کشه. اما دیدن بدون محاکمه تنها در موج شیشته خود چی کردی باز و خندام کتشان میکنه، بعد از او سو میبره 1 ساعت بعد از اینکه یک نان برشان داده، بعد از او امونا رو میگیره در لب سرک تیرباران میکنه و میره. خودت مردم پشتونه گفتی که با امی حکومت همکاری کنین، این امی حکومت ما و شماست، بیاین که یک صلح و برادری و دوستی در مملکت بیاریم. که اینا می آمدن و حکومت افغانستان می گفت نه. تا هر اندازه که مردم پشتون آمده که بعد حداقل از 300 هزار که در ای آرمی افغانستان یا در نظام عسکری
امی حداقل یک 30-40% خب پشتون است بدون شک، اما در یک منطقه کمتر مانایش است که طالبا یا نوکرای آیسای موفقانه او مردم پشتون از یاد دور ساخته، یعنی به حساب ترس و حراس موفقیتشان دمیست که یک چند نفر که حلال کردی مردم دیگه میترسه. اینال از یک سو نمیمونیش که در حکومت بره، از دیگه سو تو حکومت محکوم میکنی که چرا ایتی غیر منصفانه بودن در حکومت موجود است. به همی ترتیب آقای حکمتیار با مردم ازاره هشدار میته. باشن بخوانم. آقای حکمتیار گفته است که اکنون بامیان و دایکندی مانند بلخ حیثیت ایالتهای مستقل را دارند. چرا نداشته باشند؟ بامیان و دایکندی مناطق پرنفوس و کلان مملکت است و ازاره ها یک بخش عمده مردم ماست. ارزش داره که حداقل به احترام از یا دو جای به حیث ایالت یا آستان باشه در مملکت ما. در این نامه او کاخ ریاست جمهوری افغانستان را متهم کرده است که زیر فشار دلار دولت ایران و برنامه های امریکا دایکندی را ولایت بسازد و اختیار تمام نهادهای ملکی و نظامی ولایت مرکزی را به ازاره ها و شیعه بسپارد. چرا نه؟ در یک منطقه که اکثریت مطلق مردم شیعه است و هزاره است، حداقل در اموج سرنوشت خودشان به دست خودشان باشه. ای که کدام مشکلات به وجود نمیاره و کدام نارسایی در حق دیگران باعث نمیشه یا عدم تناسب یا نابسامانی و بیعدالتی. گلبدین حکمتیار در ادامه پیام خود به اختلافات ارضی اشاره میکند که میان کوچی ها و شمار از هزاره ها در ولایت وردک بروز کرد. او میگوید گروه های تحت حمایت امریکایی ها را تشویق کردند تا زمین های پشتون ها را غصب کنند و کوچی ها اجازه نمیدن که به مناطق خود و چراگاه های خود بروند. یعنی اینمی مشکلی که بین مردم ازاره ما و کوچی های ما بوده، این بسیار وقت هاست که هست. یعنی این نیست که امریکایی را حمایت کنه یا حکومت افغانستان. متاسفانه کوچی های بیچاره ما ضرورت دارند که از این چراگاه ها استفاده کنند و در این زمان مردم ازاره ما که بیچاره ترین مردم مملکت هست یک چراگاه های معدود دارند که باید برای معاشی خود استفاده کنند. ایره میتانه که حکومت افغانستان به یک طریق بهتر حل بکنه یا با جای به جای ساختن کوچی ها. ضرور نیست که کوچی ها انوزا هم کوچی باشن. وضع مملکت ما حال کم بهتره، تعداد مردم در کارها گرفته شدن، کوچی های ما میتانه که در مناطق مختلف جای به جای شوند، از جمله جلال آباد، از جمله لغمان، از جمله در طرف شمال به طرف جنوب، در پکتیا، در قندهار، در تمام مناطق مملکت. یعنی ضرور نیست که اینا را بگذاریم که در جنگ باشن. ولی آقای حکمتیار آیا از پشتونا دفاع میکنه؟ به هیچ وجه نه، به هیچ وجه نه. و آیا پشتونا میتونه فریب بخوره؟ بله، بیچاره هستیم، مردم بیچاره هستیم. یک هزارک که رئیس خیس گفت که ما از هزارا دفاع میکنیم، هزاره بیچاره فکر میکنه از ما دفاع میکنه. پشتونا هم ترکایی فریب رهبرای کثیف پشتون میخوره. اما سعی کنین اینمی مسئله خط دیورنده که کلگی ما ماکم گرفتیم. با طور مثال همی آقای دکتر یونس میگه خط دیورنده هیچ پوشش نگردیم ولی اگه پدرتان اون منطقه را خلاص کنه چقدر ما سرش قار میشیم؟ نه، اما سعی کنین همی رهبرای پشتون که مطرح است، اونایش که مطرح است، همی یکی از این از داعیه مردم پشتون در قبال خط دیورنده گپ نمیزنن. آقای گلبدین حکمتیار، آقای حقانی و امی مولای صاحب اومد اصلا مثل از این خط دیورند وجود نداشته باشد. اونو بیچارهایی که هیچ مطرح نیستن، او را برای از این که کت فارسی زبان ها در جنگ شدن امی گپ مطرح کرده میرن که خط دیورند، خط دیورند، خط دیورند. حالا اینه میره اگه این رهبرای کلان یاد نمیکنه، مانایش ایست که باقی ما دیگه نمیتانیم. چرا اینه مینا باعث قدرت که در رابطه با عیسای میتونه پشتون سرکوب کنه. تا گلبدین این مسئله را مطرح نکنه، تا مولا عمر تا عملا برالش جنگ نکنن، ای کار شدن نمیتونه که ما خط دیورنده او طرف ببریم. اینا مملکت خود ما در مشکلات که تو پاکستان انداختیم،
در حالی که اینا نه تنها که اوسون سر هدف فروختن، بلکه جلال آباد هم با ما میتن، قندهار هم میتن، کابل هم همی هر جای که عزیز از یا شاه میگیرن پس به مو آیسای میتن و جنگ از یا سر عزیز باز اینا لی آمده از دایه مردم کوچی گپ میزنن. یعنی شما فکر میکنین که همی گلبودین حکمتیار سر همی کوچی ها اصلا رای میزنه؟ به هیچ وجه نمیزنه. تنها میخواه که مردم پشتون و ازبک و تاجک و هزاره را در جنگ برده، چون اینا دینمی آلت میتانن که مطرح باشن. اگر می آقای گلبودین حکمتیار یک چند پشتون افراطی را نخیزانه، یک جنگ بر علیه مردم دیگه در نته، اصلا دیگه ای چی داره که رهبر پشتونا باشه؟ با این همه مردم فامیده با دانش وطن پرست مملکت ما که پشتونه، آیا شما فکر میکنید که حق رهبری از یک آدم مثل مولای عمر یا گلبودین است؟ شما مردم قندار مارسای کنین، اینا در جمله باسوادترین مردم افغانستان هستند، 200 سال حکومت پیششان بوده. اما سعی کنین که از جمله از یا کی رهبر پشتونا را با عهده داره، یعنی رهبری که اصلا مطرح است، زورش داره. آقای مولای عمر تا صنف چند خوانده؟ در کجا کار کرده؟ چی یاد گرفته؟ هیچ. در ایسون سرعت یک قاتل آدم کشه، منتها در ایسون سرعت که میره نوکر آیسای است، هیچ اصلا قدرت نداره. باز آقای حکمتیار به هزاره ها هشدار میده در همی تبریکی عید خود، میگه آن روز فرا خواهد رسید که مردم مظلوم افغانستان برای احقاق حقوق غصب شده شان کمر ببندند و در آن زمان در هیچ گوشه کشور پناهگاه برای خود نخواهند یافت. کیا؟ هزاره ها. میگه او مردم هزاره، یک روز میشه که مردم بیچاره افغانستان برای گرفتن حق و حقوقشان کمر بسته خواهد کردن، یعنی پشتونا. این مردم بیچاره مملکت که میگه حق و حقوق خود خواهد گرفت، کیست؟ و پشتونه. و در اینجا گفته میشه که بعد از این که مردم مملکت برای گرفتن حق و حقوقشان بخیزه که منظورش از پشتوناست، بازی هزاره ها رو میگه در هیچ جای شما پناهگاه نمیافین. و ای گپ خودش از کود شده، از آنها بازده ایجا گفته میشه بعض از آنها به ایران فرار خواهند کرد و ایران هم با آنها سلوک وحشیانه و بی‌رحمانه خواهد کرد. راست هم میگه. آیا ایران با مردم هزاره یا پشتون یا ازبک یا تاجک کدام رابطه انسانی داشته؟ نداشته. اما تو در مملکت خود قتل عامش میکنی که در ایران فرار بکنه، بعد از او باز ایرانی را متهم میکنی چرا مردم ما را خوب نگاه نمیکنیم. تو این امیال برش میگی که ما اگه آمدم باز شما را مت یک قتل عام کنم که در افغانستان نمانین، در ایران بگروزین، باز در او جام نمیمانیتانه. اینو فکر کنین، اگه ای واقعا هم یک رهبر خوب پشتون باشه هم یک پا بزنه، خب میو خیر بلا در پس شزاره را میکشی ازبک تاجک هم اگرم حداقل از امون پشتون خوب خوبی دفاع میکنی. همین سالایی که در مابین کابل راکت میزد کم خانه پشتون ویران شده، راکت ها را میگفت که او بچه راکت در اونجا که میری خانه پشتون ماست نزنی، ولایق پشتون را که آقای حکمتیار کشته اگر ایچ کس کشته باشه. باز همی طالبا، همی سگ طالبا سر گلبودین شرف داره. این همی طالبا به حساب مکتبی نوکر آیسای نیستن، بازی خوردن. مگر اگر یک روز فکرشان شد یا کساییست که بر آزادی مملکت ما در مقابل آیسای میجنگن. اما گلبودین و اکثر گلبودینی ها اینا مکتبی نوکر آیسای هستند. باور کنین که ما شما یارا از دامن آیسای پاک نمیتانیم، یاد اونموج شیشتن و اینمی گپا گپای آیسای که چطور در مملکت جنگ باشه. وقتی که جنگ نژادی و لسانی بود مملکت تک تک است، بزنو وقت یک آدم مثل گلبودین میتانه که مملکت تسلیم آیسای کنه. اما اگر این کار نشوه ما شما هم دست باشیم، گلبودین بیماناست. چیکاره از گلبودین در این مملکت با عمیق افراد باسواد فهمیده و عاشق مملکت که ما داریم، آیا ارزش داره کمی گلبودین رهبر باشه؟ به هیچ وجه نه. اما این سعی کنین که در یک تبریکی ای به یک اقلیت در مملکت ما میگه که شما را وقتی که ما بیایم قتل عام میکنم، کل در ایران میگروزین. این حالا چی میکنه؟ این پشتونا را میخواه که یک کمک استاد کنه بر علی هزاره. اول خود گفت که خارجی ها با استفاده از اقلیت ها میخواین که مملکت ما را تجزیه کنن. این خود هزاره را که کشیدی، هزاره مجبور است جنگ کنن. هزاره از ایران، از اسرائیل، از روس، از هر کس که شما باید اسلحه بگیره که از زندگی خود دفاع کنن.
اما اگر ما یک رهبر خوب داشته باشیم و همی آقای گلبدین اگر یک رهبر انسان باشه، مهربان باشه، این همه یک پیام ایدرایی نمیکنه. بعد از 35 سال قتل و کشتار هنوز هم اینا به هیچ وجه از ریختاندن خون سیر نشدن. در این قسمت ما یک کلپ دیگه برای شما میمانم، یک مصاحبه تلویزیون طلوع در انقره با یک نماینده یا سخنگوی طالبا یا نماینده سیاسی از اینا، لطفا ببینین. در این رابطه سفری کردیم به انقره مرکز ترکیه تا گفتگوی داشته باشیم با آقای متسم آقا، مسئول بخش سیاسی طالبان. افغانستان که اوز در سور خبری دیری گرمی دی، ستاسو په نظر ده کار څومره ستونزمن دی؟ څنګه چې ستاسو سوال ډیر یو عمده مهم او عمومی سوال دی او ډیر ابعاد او جهتونه لري، او که په دقیق ډول جواب درکم نو ډیر تفصیل نیسی، خو غواړم چې په خلاص او لنډه توګه باندې درته ووایم. هغه دا چې د افغانی معزلی او د افغانی کشالی اړوند او شکل لوري که ټول دا عزم او اراده وکړي او ټول په دې باور باندې چې په اخلاص، صداقت او رشتنولی باندې هڅې او کوششونه پیل او شروع کړي او په دې بهیر کښې مخلصانه اقدامات اوچت کړي، فکر کوم چې په افغانستان کښې ډېره ژر یو ملي سوله روغه او ملي وحدت ممکن دی چې رامینځته سي. چون به پښتو سته احتمال داره اکتیاتتان نفهمین، اگر چې یک پښتوی بسیار ساده است شاید کلتان بفهمین، اما سر از وام ایره ما به فارسی ساختم. آقایی که مصاحبه میکنه و مربوط تلویزیون طلوع هسته سوال میکنه، میگه در افغانستان امروز سخن در مورد صلح بسیار گرم است، به نظر شما این کار تا چه حد مشکل است؟ آقای معتصم جواب میده، چنانچه سوال شما یک سوال عمده، مهم و یک سوال عمومی است و ابعاد گسترده دارد و اگر من جواب دقیق بدهم تفصیل گسترده دارد، اما به شکل خلاصه اگر همه اطراف درگیر صادقانه عزم کنند که برادرانه این مشکل را حل کنند، ما می توانیم به صلح و یک وحدت ملی برسیم، یا می تواند یک صلح به وجود بیاید و یک وحدت ملی. دولت عادی نمی آقای معتصم بسیار یک آدم قابل احترام می بود. اگر همین نماینده طالبان نمی بود، اگر همین نوکر آیسای نمی بود، ما نمی ره باور کنید نمی گفای شکی می زد، ما به پشتر از امی ساد می شدم، می گفتم بیادر بیاد تو پیش روی من نوکرت مده پشترت. اما سعی کنین چقدر مقبول میگه، میگه اگر ما به یکی دیگه احترام کنیم، به یکی دیگه اعتماد بکنیم، بخوایم صادقانه که یک سال در مملکت خود به وجود بیاریم، میشه، میتونیم یک سال و وحدت ملی. وحدت ملی ما نمیتونیم به دستور آیسای به وجود بیاریم. سال در افغانستان و وحدت ملی در افغانستان بزرگترین ضربه به منفعت آیسای میرساند. به خاطر از اینکه صلح در افغانستان و وحدت ملی در افغانستان اولین چیز را که از مملکت پس میکنه مزارع تریاک است. به خاطر از اینکه امروز ما 1 میلیون نفر در این مملکت غریب و بیچاره خود معتاد به مواد مخدر داریم. یک پرادکت را ما کشت میکنیم، یک ماده را کشت میکنیم که پیسهش در جیب ما نمیه، بدنامیش در جبین ما میه. بنان یک صلح و یک وحدت ملی مزارع تریاک از بین میبره. از بین رفتن مزارع تریاک بیلیون ها دلار صدمه در یک سال به پاکستان میرساند. پاکستانی که تنها 1% مردم در این مملکت تکس میتن، مالیه میتن، یعنی هیچ یک منبع اساسی برای پیشبرد امور حکومتی دولت پاکستان ندارد. امی ارتش پاکستان در روی سرک میمانه، ارتش پاکستان یا از خارجی های دیگه پیسه میگیره یا از فروش مواد مخدر افغانستان. اینا لینمی سال را که امی برادر طالب ما میگه این ممکن نیست. اگر تو رفتی در
اسلام آباد یا پشاور ششتی رابطه با آیسای است، تو نمیتونی نمیت یک وحدت ملی را به وجود بیاری. اما بسیار مقبول تشریح میکنه، بین سعی کنه قسمت دیگره. افغان حکومت یا بحرینیان در سول خبری که دوی حقه را دوی اولاندی هم طالبان و در افغان حکومت سر خبری رد کردوی. ستاسو در نظره دخه خبری که طالبان دخوا رد کیدی نو بیا چنگ پرمخت لیشتی؟ زپا دی اند او باوریم چه باید په اول قدم کې د افغانانو سره خبرې وسی او د افغانانو د ټولو ملی شخصیتونو سره خبرې وسی او د افغانی معزلې د ټولو مهمو لورو سره او د ټولو زی دخله جهتونو سره خبرې اترې وسی تر څو یو اعتماد سازی وسی، یو د اعتماد د حالات او شرایط رامنځته سی. وروسته تر هغه د خارجانو سره خبرې د یو اعتماد سازی په فضا کې وسی چې د افغانانو ترمنځ اعتماد موجود وي. که چیرته د افغانانو ترمنځ خپلمنځی اعتماد نه وي، یو لوری هم کوشش کوي چې د خارجانو سره خپل تماسونه قائم کړي او بل طرف هم کوشش کوي چې د خارجانو سره یا د خارجي ځواکونو سره یا بعضی خارجي مهمو دولتونو سره خپل اړیکې جوړې کړي، د دې دپاره چې په افغانستان کښې و اقتدار ته او قدرت ته ځان ورسوي، د خارجانو په سپورټ او د خارجانو په ملاتړ او حمایت باندې. زه فکر کوم چې دا د ستونزې حل نه دی. د ستونزې یوازینی حل زه په دې کې بولم او د مشکل یوازینی حل دا ګڼم چې په افغانستان کښې ټول افغاني لوري پر یوه پلیټفارم باندې سره راجمع سي او خپل ترمنځ د اخوت د برادرۍ او د ورورګلوۍ لاسونه سره ورکړي او د یو اعتماد فضا سره رامنځته کړي. وروسته په نتیجه کې د خارجانو سره خبرې وسي چې هغه به د ملت د طرفه څخه، د افغانستان د ولس د طرفه څخه یو خبره وي چې هغه به د ټول ملت او د ټول ولس په ګټه باندې تمامېدلی سي. او که یو جهت د ځان په ګټه باندې د خارجانو د ملاتړ د ترلاسه کولو دپاره په خبرو بوخت وي او د خارجانو سره خبرې کوي، فکر کوم چې دا په افغانستان کې ستونزې نسی هوارولی. سوال دیگه ایست که تعداد معتقدند که طالبان اصلا طرفدار صلح و مذاکرات صلح نیست، نظر شما چیست؟ آقای معتصم جواب میده: من بدین باورم که باید به قدم اول با افغانها و بخصوص شخصیت های ملی صحبت شود. شخصیت های ملی، این شخصیت های ملی را من نمیفهم کی است. کسایی که شخصیت ملی بود، پاکستان هم کشتش، ایران هم کشتش، حکومت های افغانستان هم کشتش. اصلا ما شخصیت ملی که مطرح باشه دیگر نداریم. اینال یا میگه با شخصیت های ملی صحبت کنیم، خب شخصیت ملی نداریم و حکومت ملی هم ما باور کنین با اینمی آلت مملکت ما که امیال قرار داره به سختی میتونیم یک حکومت ملی جور کنیم و ایران که طالبا و کلگی از نوکری بیگانه دست بکشن و اگر دست نکشن خواهی چه وقت نمیتانیم و ادامه میتن و هم با تمام اطراف درگیر صحبت صورت بگیرد تا یک اعتماد به وجود بیاید و بعدا با خارجی ها صحبت شود، آن هم برای اینکه اعتماد میان افغان ها به وجود بیاورند. تا زمانی که میان افغان ها اعتماد همدستی نباشد، هر که کوشش خواهد کرد که رابطه خود را با اجنبیان قائم کند و طرف دیگر هم تا که در افغانستان به قدرت برسند، آن هم به کمک خارجی ها. میگه ما اگر مردم های ملی خود کچان گپ بزنیم، طرف های درگیر هم از روابط خارجی خود صرف نظر کنن، با هم بیشینن، انسان واره، برادر واره، که اگه اعتماد به وجود بیایه و همی خارجی ها را بعد از او پیشان بریم که ما را کمک کنین که به هم برادر باشیم، اعتماد کنیم یکی دیگره. در اون رقم سال میشه کدام خارجی ها که ما کمک میکنه؟ مهمترین خارجی که کار باید کنه و میتانه عملا اینمی آیسای. شما راستی فکر میکنین که آیسای
این کار میکنن. یعنی شما ما یقین دارم که بیاد دارین سال آمدن طالبان را همی آیسای از سیایه کده در قبال افغانستان و سیاست هایش در قبال افغانستان به نهایت دقیقه. مثلا سعی کنین نوی شخص را که امروزی انتخاب کرده آیسای که بیای مردم افغانستان را اغوا کنه به نهایت یک آدمه که نام خدا خوشخال خوششیرگک گپام که میزنه بسیار سنجیده خوشت میاید. و اگر بیاد داشته باشین در امو سال که طالبان هم به قدرت رسیدن این نمی طالبا به کدام شعار آمدن؟ صلح در افغانستان، از بین بردن قماندان ها، چیزی که کل مردم تشنهش بودن که صلح در مملکت ما شد و دست قماندان ها گرفته شد. پاکستان این نمی را خوب دقیق می فهمید، چرا که در طول سال ها همی جنگ پیش می برد. امو چیزی را که ما باید در مملکت خود می کردیم و می خواستیم امو شعار پاکستان به شکل دروغ استفاده کرد آمد در مملکت ما. بزرگترین با فریب دیگه که آیسای دمو زمان ما را داد کمی مردم قندار، مردم فامیلی قندار کت خود یک جایی کرد. همی پدر آقای کرزی اتو ترکت که اینمی طالبا که هست نفرهای ماست، یا میاین قدرت بر آقای ظاهرشاه میده یک حکومت ملی و مردمی به وجود میاد. همی قنداری هایی که باسواد بود که هیچ وقت طرف آیسای سیلام نمیکدن تف میکدن یاد اینمی فریب خوردن. یک تعداد زیاد از یاب و کارمندای بزرگ حکومت ما از جمله آقای دکتر یوسف خان اینا کلگیشان طالبا را تایید کردن. از جمله ما به یاد دارم یک آقای مشهوری که استاد دانشگاه کابل هم بود دمی تلویزیون ها مصاحبه کرد گفت من رفتم قندهار از امی چشم کور ملا عمر یک ماچ کردم. یعنی چشم جورش خوب صد دفعه قابل بوسه بود، از چشم کورش گرفتم ماچ کردم. یک سه ماتر نشده بود که معلوم شد که چشم کور مولای عمر چشم کور مولای عمر نبود، اصلا کلوشای کونه آیسای بود. اون وقت کل مردم پای خدا گرفتن دور شدن. اما وقت مملکت در کام آیسای افتیده بود، تمام جواهات شکستانده شده بودن و طالبان در نیم مملکت یا زیادتر در اموجا قدرت خود گسترده بودن. یک حکومت وحشی به وجود آمد که زن در پیشروی چشم شوهرش در روی سرک در زیر چادری میگرفتن چوبپاری میکردن که گوشه پایت والا چادر چیش چادریت که بلند شد جراب غار بود جلدت معلوم شد. اینال ای دفعه باز هم آیسای اونموت دقیق تر ریزی کرده. همی گپای کمی آقا میزنه اگه این نوکر آیسای نمی بود ای را والا من خودم در پشت سرش ساد میشتم. سعی کنین به این سوال دیگر. تاسو او هغه دریس کې چې طالبان کله کله د هغوی د ویندویانو لخوا په رسنیو کې څرګندېږي یو څه بدلون لیدل کېږي. د هغه خبرې چې په مطبوعاتو کې د طالبانو د ویندویانو د خوانې مطرح کېږي په هغه کې هغوی افغان حکومت د بهرنیانو ګوډاګۍ حکومت بلي. دغه کومې خبرې چې تاسو اوس وکړئ دا په طالبانو منځ کې هم اوس دغه سیاست ته یا دغه فکر ته طالبان رانږدې شوي دي؟ دا خبره لکه تاسو چې وکړله دا هغه جنگی تبلیغات دی چې په افغانستان کښې یې متصادمې او متخاصمې ډلې یو د بل فضید باندې سره نشروي. دا چې طالبان د افغانستان حکومت ته یو ګوډاګۍ حکومت وایي او په مقابل کې د افغانستان حکومت و طالبانو ته د پردیو لاسپوڅې یا د پردیو مزدوران وایي او همدا ډول نورې ډلې هم خپل په منځ کې داسې تبلیغات سره کوي. زه فکر کوم چې دا تبلیغات باید ودرېږي او دا تبلیغات باید ختم سي، ځکه چې دا تبلیغات نفرتونه کریکې او نور مشکلات او ستونزې زیږوي. نو که افغانان په واقعي توګه باندې غواړي چې خپل ترمنځ یو تفاهم ته ورسیږي، یو ملي وحدت رامنځته کړي، په افغانستان کښې ملي جوړه روغه راسي، سوله راسي، واقعي ثبات رامنځته سي، نو په لومړي قدم کې باید دا کارونه ترسره سي چې متخاصمې او متصادمې ډلې خپل ترمنځ هغسې تبلیغات چې یو د بل په ضد باندې کریکې او نفرتونه زیږوي دا ختم کړي.
امی آقایی که مصاحبه میکنه یک سوال میکنه از آقای معتصم، البته بعد از اینکه جوابای برادرانه و دوستانه رو میشنن، میگه که آقای معتصم در حلقه های مطبوعاتی اتو یاد میشه که طالبا حکومت افغانستان حکومت مزدور و اجنبی یا مزدور اجنبی میدانه، اینال به این باور هستن که با حکومت افغانستان هیچ صلح باید نکنیم. اما از گپای شما اتو معلوم میشه که شما میتونین بشینین صلح کنین. اینال آیا طالب های دیگه هم با همی گپای شما هم نظر شدن یا ایست که شما یگانه کس هستین که گپا میزنین؟ باز آقای معتصم میگه طالب ها حکومت افغانستان که نوکر میگه از خاطر عزیز که دیگه گپای تبلیغات هست، حکومت افغانستان هم ما را دستبوس آیسای میگه و پاکستان و نوکر پاکستان میگه، منتها یا تبلیغات است برای ازی که ما به یک سال با وحدت ملی برسیم باید از این گپا صرف نظر کنیم. یعنی یک نصیحت که خوب میکنه. باز یک سوال دیگه میشه. زوارم بکتیم که در خبر و عطر و پاره بندی در طالبان و در مشر ملا محمد عمر موقف سده تاسو بودی را بندی چه معلومات داریم؟ ملا محمد عمر مجاهد صاحب هغه یو سولیز شخصیت دی. هغه خپل د طالبانو اسلامي تحریک یا اسلامي خوځښت چې کله پیل کړی و، هغه په دې ملت کې او په دې وطن کې د سولې، ثبات، آرامۍ او سوکالۍ په هدف باندې پیل کړی و. هغه اوس هم په خپل وطن او خپل ملت کې سوله، ثبات، آرامۍ او سوکالۍ غواړي. کله په رسنیو کې داسې خبرونه مطرح کیږي چې طالبانو کې هم توندلاري او هم منځلاري ډلې شته، دا خبره ستاسو په نظر حقیقت لري که حقیقت لري د دغو ډلو مشران څوک دي؟ دا چې د ټولو د طالبانو دپاره باید زه ووایم چې یو مشخص مشر موجود دی چې هغه ملا محمد عمر مجاهد صاحب دی. البته لکه تاسو چې وویل همدا ډول طالبان پر دوه ډلې تقسیمیږي یا پر دوو فکرونو باندې تقسیمیږي. یوه ډله طالبان هغه طالبان دي چې هغه موږ تاسې په اصطلاح باندې معتدل یا میانره ورته ویلی سو. هغه دا طالبان دي چې دوی د عسکري بهیر سره جوخت پر سولیز بهیر باندې هم ډیر باور او اعتماد لري او دوی دا فکر لري او دا نظریه لري چې جنگ پر موږ باندې تحمل سوی دی او جنگ پر موږ باندې تفل سوی دی، موږ د خپل ځانونو څخه د دفاع په خاطر باندې جنگ کوو. نو دوهمه ډله هغه ډله ده چې هغه په اصطلاح باندې موږ تاسې یا سخت دریزه یا متشدده ډله ورته ویلی سو. هغه ډله ده چې دوی په افغانستان کښې د جنگ دوام غواړي او دوی په دې باور باندې دی چې په افغانستان کښې باید دغه اوسنی نظام چې دی د اوسنی نظام د ډیرو نهادونو سره یا د ډیرو اصولو سره دوی د دوی فکر او د دوی نظریه مطابقت نه لري. نو فلهذا دوی د جنگ دوام غواړي تر څو چې دا نظام یې نسکور کړی نه وي او ړنګ کړی نه وي. یو او دوهم اسانه تعریف یې په داسې ډول باندې کولی سم چې معتدل طالبان هغه طالبان دي چې هغه د ملت د ارادې تمثیل کوي. مخکې چې دوی خوځښت او پاسون کړی و او دوی خپل تحریک شروع کړی و، دا هم د ملت اراده دی تمثیلول، ځکه ملت د دوی څخه غوښتنه وکړه چې موږ ډیر تنګ راغلي او موږ ته شرایط ډیر خراب دی، د ژوندانه شرایط راته خراب دی او د ژوند ټول اړخونه چې دي هغه موږ په سمه توګه باندې مخته نسو بیولی. نو مشکلات او ستونزې موجود وي، دوی د ملت په اراده باندې او د ملت په مشوره باندې تحریک شروع کوي او د ملت په ملاتړ باندې ډیر ژر تر یو حده پورې موفقیت ترلاسه کوي. او دوهمه ډله چې هغه په اصطلاح باندې سخت دریزه یا رادیکاله ډله ده، هغه ډله ده چې دوی عزم او اراده لري چې په افغانستان کښې د طالبانو اسلامي امارت نافذ کړي. تر څو چې هغه دوی نه وي نافذ کړي، نو دوی خپل مبارزې ته دوام
ورکوي او معتدل طالبان به یوازې او یوازې د خپل ملت اراده ته ژمن دي. پر همداسې ډول باندې موږ تعریفولی شو. میخواهم از شما در مورد ملا عمر رهبر طالبان بشنوم. باز آقای معتصم میگه ملا عمر مجاهد صاحب یک شخصیت سلدوس است. جنبشی را که مولوی عمر آغاز کرده بود برای صلح و آرامش و خوشبختی مردم بود و او امروز هم برای مملکت خود صلح و ثبات و خوشبختی میخواهد. یال سعی کنیم. میگه ملا عمر به خاطر صلح و آرامش و دوستی در مملکت قیام کرده بود، آلی منموت یک چیز میخواهد. یعنی اگر امی ملا صاحب عمر میخواست که صلح باشه، صفا باشه، آرامش باشه، امیر میتونست در درون افغانستان بیاید. همو سال اول هم که یا گریختن امی حکومت امریکا اعلان کرده میرفت که ما طالبای میانه رو در حکومت میگیریم. خب البته در رویه میگفتن، اگر نه همو طالبای افراطی ترین هم اینا در حکومت میگرفتن. و دو سال سه سال بعد خود تا امروز پیش از یا وزر میکنه، اما تا که آقای سیاف آمده، آقای مجدی آمده، دیگرایشان آمده، مولایی صاحب عمر هم اگر صلح و صفا و آرامش میخواه از امو زیر چشم آیسای بخیزه بیایه دمی درون قندهار، دمی درون کابل، در یک جای دیگه که تمی حکومت یک جای شده و هر مبارزه که داره از درون مملکت به شکل سلامیز بخواه. یعنی سالای اول میتونست یک دلیل داشته باشه که یا سر ما حمله میکنن ما را میکشن، والا دمی سالا خامی حکومت امریکا و اروپا می هر طالب گندی هم که آمده کت خود گرفته، بازم اونایی که حتی قتل و کشتار هم کردن اعلام کردن. یعنی از این که دیگه زیاد چی کنه که شما اعتماد کنین؟ خب اگر شما میخواین که صلح کنین، دوستی کنین، خب این همی جایش است. در غیر از او در پاکستان ششتی آیسای نمیمانید که در سرحد افغانستان هم بیایی. امی ملا برادر را یک دو سال پیش بندی کردن، امی ملا عمر یک احتجاج نتانست که بگوید که امی نفر کلان مرا چرا شما بندی کردین. یعنی اگر در افغانستان همو گیر میشد بسیار طالبان مظاهره میکردن که ملا برادر را الاکو. در پاکستان آیسای گرفتش یک طالب صدای خود نکشید، نه در افغانستان نه در پاکستان. چرا؟ به خاطر که نوکرای آیسای هستن. آیسای هر گپ که بزنه یا صدای خود بلند نمیکنن. این حال وقتی که شما اینقدر زیر تاثیر بیگانه ای تاثیر نه که بلکه در کف دستشان باشین، چطور میتونین بگوین که ما برای خوشبختی و آرامش مردم افغانستان میجنگیم؟ امی آقای که امی گپ میزنه، آقای معتصم، اگر صادقانه و می باور داره نره دیگه که طالبا، هر کدامشان که باور داره بیاید ایسون سرد قتل و کشتار را اعلام کنن، با مردم افغانستان رابطه بگیرن که تمی حکومت بشینن. آقای سیاف را کی کشت؟ همی آقای گیلانی را کی کشت؟ مجددی را کی کشت؟ خب کلشان آمدن. شما در بیرون هستین، شما هم بین کمی جنگ خلاص شود. باز یک سوال دیگه میشه که به نظر من بسیار یک سوال جالب بود و جواب جالبتر البته داشت. میگه گاه گاهی در مطبوعات شایع میشود که در میان طالبان هم مردمان میانه رو و افراطی وجود دارد. آیا به نظر شما این حقیقت است؟ و بزرگان اینها یا رهبرای از اینها کی است؟ از جبه میانه رو و از جبه افراطی؟ آقای معتصم میگه بله اینمی است، اما امی آقای ملا عمر مجاهد صاحب که است، این رهبر امی دسته میانه رو است که میخواهد صلح، دوستی و برادری و آرامش در افغانستان بیاره. بازودگرایش که است و طرفدار جنگ هستند. یگانه چیزی که میخواهند که حکومت در افغانستان سقوط کنه و ما که طالب هستیم اون کار نمیخواهیم. ما میخواهیم در افغانستان صلح شود. 12 سال اینا در مملکت کشته میرن و 12 سال میگن ما طرفدار صلح هستیم. چی گرفته؟ چی جلوگیری میکنن؟ خب برای اونو 100 کیلومتر ایسو بیا در مملکت خود، در اون قندار بیا، در کابل بیا، در مزار بیا، در یک جای دیگه بیا، در اونجا بشی. باز امو را اگر یک کس نفر تو را گرفت بندی کرد کشت، باز مردم افغانستان میفهمه که می حکومت افغانستان یک حکومت نامرد بود. در غیر از او خواهیم همین مارشال فهیم او روز در جلسه که برای والیای افغانستان بود میگفت که و امی برادرای ما که ناخوش هستن و جنگ میکنن ما باید که شان صلح بکنیم. یعنی کل اگی میگم و از آرام میگه بیایی صلح کنین،
ازبک هم، پشتون هم، تاجک هم، همه که پشتون بیچاره که در این مناطق پشتون کشتمش، سر چی کشتمش هست؟ در ایسون سر آدم پشتون در جنگ است، در ایسون سر آدم آیس های، بخاطر از این که از اینمی پشتون استفاده میکنن برای زر تریاک، برای قاچاق مواد مخدر، بدنامی شما میکشیم پیسه شیا. ده ها هزار فرزند پشتون معتاد شده به مواد مخدر و به می ترتیب ده ها هزار مردم دیگه هم معتاد شده میرن. 1 میلیون نفر در افغانستان معتاد به مواد مخدر هستن و سالانه بیلیون ها دلار عاید پاکستان هست. پاکستان نمیخوای آقای معتصم که شما را در افغانستان بانه تا که بیاین کت ما، کت مردم ما سالک بکنین و خوشبختی بیارین. یعنی ای یک، یعنی ای یک ادعای میانتوهی هسته. در این قسمت برنامه خود ما یک عکس جالب بر شما نشان میتم. ای یک مکتبه، فکر کنم در منطقه یا فرا یا المند اینی جای ها هستن، دامنه از یک کو یا تپه این مکتبه جور کردن. در چاشت طرق اولادک ها شده یک تخته از دوجه یا شدن درس میخوانن. این مقبول ترین تصویر است که ما تا حالا داشتیم. این مرا بسیار امیدوار میسازه و خدا کنه که ملاهای مملکت ای اطفال زینشانه یا موزکاوت از یاره در ایجیگی خواندن مصرف نکنن. الف دو زبر ان دو زر ان دو پشون ان ان اون. و امیدوار استم که اینا را ایواز از ای که ایجیگی درس بتن، فیزیک درس بتن، مت درس بتن، کیمیا درس بتن، بیولوژی درس بتن، منطق درس بتن، لسان درس بتن، تا که اینا بتانن به زودی مملکت ما را، بار مملکت را باوده بگیرن. شما سعی کنین بعد از 12 ساله که در مملکت ما امریکا رفت، بیلیون ها دلار رفت، امروز ما نتانستیم زمینه از این را مساعد بسازیم که اولاد مملکت قدر رشد بکنه که یک رئیس جمهور خوب یا ده ها رئیس جمهور خوب نامزد کنه برای عزمی رقابت در مسابقه هایی که برای رئیس جمهور شدن است. از عوض از او آقای خلیزاد از ایجا میخوای بره در کلمه از در کلی عزوز در کلی عزوز که از ایجا بریم، در حالی که در اونجا باید که زمینه مساعد شد. و امیدوار هستم که از اینمی سنفک خورد که در سر از این تپس یک روز رئیس جمهور افغانستان تعیین شد که همی عکس خود بمانه بگه اینی مکتب ما بود. تا برنامه دیگه شما را به خداوند بزرگ میسپارم.